بیننده یا شنونده پادکست ترو کرایم فارسی هستید. مد نظر داشته باشید که این قسمت مناسب سنین زیر 16 سال نیست. خواهش میکنم که با لایک و سابسکرایب از ما در جهت رشد کانال حمایت کنید. با سپاس. یورگن برچ، قاتل زنجیره‌ای داستان ما، در دهه 60 4 قتل انجام داده. اون در واقع قاتل بچه‌ها بود و همین بود که برای سالها خشم و نفرت جامعه رو از خودش به جا گذاشته بود و اونو برای سالها به عنوان دومین چهره منفور آلمان بعد از آدولف هیتلر میشناختند. اسامی قربانیاش به این ترتیبن: کلاس یونگ 8 ساله، پیتر فوکس 13 ساله، اولریش کالوایس 11 ساله و منفرد گراسمن 11 ساله. یورگن برچ میگه یه حس درونی به این میگفت برو این کار رو انجام بده. اینطوری هم نبود که یه هو تو بیکاری حال هوای این کار به سرم بزنه. بعضی اوقات درونی خیلی تحت فشار بودم، احساسی که انگار منو مجبور میکنه به این کاری که میخواد. یورگن بچه ها رو گول می زد و به یه بهونه به یه پناهگاهی که از جنگ جهانی دوم باقی مونده بود می برد. بچه ها رو اونجا عذاب و شکنجه می داد و در آخر هم می کشتتشون. نحوه کشتن این بچه ها به طرزی وحشتناک بود که پلیس ها دهه ها اتفاقاتش رو میون مردم به عملا نکردن. نزدیک به 40 کارشناس سعی کردن شخصیت یورگن رو تجزیه و تحلیل کنن، ولی موفق به این کار نشدن. جولای 1966، پنجمین و آخرین قربانیشو توی شهری به نام ووپرتال پیدا میکنه. در یه روز شرجی، یه جوان به نام پیتا فریزه که کار نیمه وقت داشته در حال برگشتن از سر کارش بوده که به تور یورگن میافته. ولی اون تنها کسی بود که جون سالم از این قتل‌ها به در برد. اون خودش تعریف میکنه، میگه یورگن سر صحبت رو با مسائلی مثل مشکلات دنیا و خدا باز کرد، تا اینکه رسیدیم به جریان اینکه گنجی رو پیدا کرده و برای بیرون کشیدنش به کمک احتیاج داره و برای این کار به هم 50 مارک میده. منم اون موقع حسابی به این پول احتیاج داشتم، پس پیشنهادش رو قبول کردم و به سمت مخفیگاه گنج حرکت کردیم. این راه از ووپرتال تا لانگنبرگ بود و ظاهرا گنج تو لانگنبرگ پنهان شده بود، دقیقا به همون پناهگاهی که از جنگ جهانی دوم باقی مونده بود و اونجا محلی شده بود که یورگن برچ قربانیاشو اونجا سلاخی میکرده. دیگه از اون پناهگاه فقط یه دیوار باقی مونده که اونم تازه پشت یک نرده خیابونی که میانه کلی درخت و علف مخفی شده و به سختی قابل رؤیت است. پیتا فریزه در ادامه تعریف میکنه ما تو خیابون یگا پیاده شدیم. اونجا پر از درخت بود. از یه راه باریک عبور کردیم و وارد پناهگاه شدیم. یه جور ترس بهم دست داد. داشتم اطرافم رو نگاه میکردم که یکم موقعیت جایی که هستم دستم بیاد. ولی یهو یورگن محکم منو به سمت دیوار هل داد. سرم با شدت با دیوار برخورد کرد. انقدر ضربه محکم بود که احساس گیجی کردم. همون موقع یورگن شروع کرد دست و پامو بست. بارش میخواست تا جایی که میتونست قربانیاشو عذاب بده. اون پیتا فریزه رو توی پناهگاه تنها میذاره و میره خونه غذا بخوره تا آخر شب برگرده و بکشتش. پیتا فریزه در بدشانسی یه خوششانسی هم آورد، چرا که میگه از خوششانسی من اون موقعی که یورگن داشت میرفت یادش نبود که شم و کبریت رو همراه خودش ببره. سعی کردم حواسم رو جمع جور کنم و با پام شم و کبریت رو به سمت خودم بکشم. هیچ وقت استراب اون لحظه رو فراموش نمیکنم. حتی نمیخواستم به این فکر کنم که چه بلایی میتونه سرم بیاد اگه که نتونم خودم رو آزاد کنم. دستام میلرزید. شمع روشن کردم اما نتونستم دستامو باش آزاد کنم و شمع خاموش شد. دوباره چندین بار تلاش کردم. سر آخر تونستم دوباره به سختی شمع روشن کنم. بندهایی که دستامو با پاهم بسته بود و باش آزاد کردم و با وحشت به سمت بیرون پناهگاه دویدم. اون به سمت اولین در خونه ای رفت که در نزدیکی پناهگاه بود
و محکم با ضربه های پیاپی در خونه رو میزد. کسایی که در رو به روش باز کردن پسری رو دیدن که لخت و مادرزاد که دستاش بسته شده جلوی در وایساده. زخمای روی صورتش و جاهای سوختگی روی پاش کاملا دیده میشد و سریعا هم به پلیسا زنگ میزنن و پلیسا با راهنمایی پیتا فریزه به همون پناهگاهی که توش حبس شده بود رفتن. اونا بعد ورود به پناهگاه هنوز چند متر بیشتر داخل نرفته بودن با بوی جسد تجزیه شده مواجه شدن. یه مقدار که جلو رفتن یه سری جسد رو دیدن که انگار موقتا دفن شده بودن، چون هنوز نیمی از بدنشون از خاک بیرون مونده بود. چند متر اون طرفتر چند تا انگشت بریده شده افتاده بود و کنارشون جسد سه تا بچه رو پیدا میکنن. نشونه ها پلیسا رو به محل زندگی یورگن برچ برد. جالب اینجاست که حدوداً 5 سال قبل خیلی از همسایه‌ها شکایت کردن که یک پسر 15 ساله بچه‌هاشون رو می‌دزدیده و لخت می‌کرده و کتکشون می‌زده. اون کسی نبود جز یورگن برچ. بچه‌ای که به وسیله خانواده برچ به فرزندخوندگی پذیرفته شد. خانواده برچ به شغل قصابی مشغول بودن که ظاهراً آبا اجدادی به اینا رسیده بود. اونم تو این محل در اواخر دهه 50 یه خونه ساخته بودن و از اون موقع تو این محل زندگی میکردن. وقتی به خانواده برچ از طرف همسایه ها در مورد آزار اذیت کردن بچه ها به وسیله پسرشون شکایت کردن، مسئله رو کم اهمیت جلوه دادن و با پول و تهدید همسایه ها رو ساکت کردن. انگار که نمیخواستن این جمعیت کوچیک شهری اونجا بدنام و خراب شه. حالا اما بعد از این داستان پلیس وارد عمل میشه و اونجوری که تو پرونده یورگن نوشته شده بود، ظاهرا یورگن اصلا توقعی اینو نداشته که دستگیر بشه و بدون هیچ مقاومتی تسلیم میشه. در محله اول اونو به اداره پلیس لانگنبرگ میبرن. داستان دستگیریش توی شهر سری پخش شد و به همین خاطر میبایستی از یورگن محافظت میشد، چون خشم و عصبانیت مردم خیلی زیاد بود و یه سری هم طبیعتاً خاطره خوبی از این پسر نداشتن که باعث شایعات و تنفر گسترده تری در سطح شهر شده بود، هرچند در واقعیت هم فاجعه بزرگی بود. بعد از اداره پلیس اونو مخفیانه پیش یه قاضی در شهر متمن میبرن، ولی حتی اونجا هم پر از مطبوعات و مردم عصبانی بود. احساس مردم فوق‌العاده ترسناک بود. مردم عصبانی بلند داد میزدن، میگفتن بدید دست ما همینجا دارش بزنیم. عصبانیتشون در این حد بود که خیلی از مردم به سمت دادگاه سنگ پرتاب میکردن و شیشه ها رو میشکوندن. یورگن به یکی از پلیسا دستبند زده شده بود. پلیس با حس انتقامجویی که کاملا تو چهرش میشد دید بهش گفت نظرت چیه که همین الان وسط جمعیت ولت کنم؟ اون تعریف میکنه که یورگن رنگش سفید شد و خودشو به من چسبوند و گفت تو رو خدا این کارو که نمیکنی. اون تو زندان ووپرتال به یه سلول تک نفره فرستاده شد، چون خیلی از زندانیا تهدید کرده بودن که این قاتل بچه ها رو در اولین فرصت که دستشون بهش برسه میکشن. یه بار یورگن تو زندان سعی کرد خودکشی کنه. ظاهراً تونست از یه پنجره یه پیچی رو در بیاره. روی دیوار اول از همه برای خانواده مقتولین یه معذرت خواهی نوشت و بعدش با یه تیکه سنگ دستشویی رگشو زد. ولی این خودکشی نافرجام میمونه و نگهبانا جلوشو میگیرن. روز و شب یورگن در زندان با بازجویی توسط دادستان، دکترای روانپزشک و مغز و اعصاب و حتی وکیل خودش میگذره. اونا به این توافق میرسن که این جوان 19 ساله از هوش بالایی برخورداره. اون تمام جرمها رو با جزئیات تعریف میکرده. تمام صحبتاش ثبت میشد که چشماندازی به تخیلات سادیسمی، احوال روانی و شیطانی این آدم بوده. نکته جالب این جریان اینه که یورگن خودش داوطلبانه در مورد کارها و احساساتی که در مورد قتل داشت توضیح میداد. آتش من نسبت به این کار اینقدر زیاد بود که ذهنم خود به خود منو راهنمایی میکرد که چطور راههای وحشتناکی پیدا کنم و چطور حس درونیمو ارضا کنم. اولین باری که سر یه پسری همچین بلایی رو آوردم، ضربان قلبم زیاد شده بود. زانوم میلرزید. نفسم از ترس بند اومده بود. دیدن مرگ یک آدم چند لحظه منو سر جام میخکوب کرده بود. اما خیلی زود تونست به این احساسش غلبه کنه و لذت‌هایی توی میون کشف کنه.
یکی از لذت‌هاش هم این بود که بدن بچه‌های نیمه جون رو بشکافه و از قسمت شکمشون دیافراگمشون رو جدا کنه و قلبشون رو که هنوز گرم و میتپه رو دستش بگیره و ببینه. باور کردنی نیست، چون که اگه بهش نگاه کنین هنوز یه حالت بیگناهی و بیبی فیس بودن و میتونی تو چهرش ببینید که باعث میشه اونو به آدم جذابی براتون تبدیل کنه. کی یه همچین جوانی با این چهره مهربون و دلنشین و تو این سن در حدی میبینه که قتل‌های فجی و وحشتناکی انجام بده؟ تو اون لحظه سوالات در مورد این فجایع رو هیچ کسی حتی خود یورگن نمیتونسته جواب بده. کارشناسا تو زندگی یورگن دنبال یه نقطه شروع میگشتن که چی باعث شروع این اتفاقات شده. در 6 نوامبر 1946 یورگن بچ تو کلینیک وابسته به دانشگاه در شهر اسن آلمان به دنیا میاد. مادرش از بیماری سل رنج میبرده و بنا به شرایطش از پس بزرگ کردنش بر نمی اومده و تصمیم میگیره که اونو همونجا تو بیمارستان بذاره و بره. یورگن تا 1 سالگی تو بیمارستان توسط پرستارا نگهداری میشد. یکی از پرستارا میگه اون کاملا نرمال به دنیا اومد و هیچ مشکلی از نظر سلامتی نداشت. تو بخش اطفال نگهداری و فوق‌العاده بهش رسیدگی میشد. پرستارا تا جایی که امکانش بود مثل بچه خودشون ازش نگهداری میکردن. ولی چون شیفت کاری پرستارا مدام عوض میشد، متاسفانه شخص خاصی وجود نداشت که ازش مراقبت کنه. به همین خاطر نمیتونست عمیقاً با کسی ارتباط برقرار کنه و تا اون سن کم باید خودشو با آدم های مختلف تطبیق میداد. این پسر بچه بدون احساس امنیت و در ترس روزها رو گذروند. سرنوشتش به این ربط داشت که آیا مادری پیدا میشد که با درک تمام از وضعیتش ازش نگهداری و بهش رسیدگی کنه؟ یه روزی خانومی برای جراحی قسمتی از شکمش به اون کلینیک مراجعه میکنه و بعد از جراحی متوجه میشه که امکان بچه دار شدن در آیندهش نزدیک به صفره. بیمارستان اونو راضی میکنه که یورگن رو به سرپرستی قبول کنن و در آخر هم راضی میشه این کار رو انجام بده. با اینکه اونا دوست داشتن یه دختر رو به سرپرستی قبول کنن. اونا در حالی سرپرستی این بچه رو به عهده گرفتن که زندگی زناشوییشون بسیار خراب بود. با این امید این کار را انجام دادن که بتونه این بچه زندگیشون رو نجات بده. ولی اوضاع اونطور که میخواستن پیش نرفت و روز به روز یورگن داخل دعواهای زناشوییشون بیشتر کشیده میشد. اون به جای گرما و صمیمیت کینه‌توزی و خشم رو دریافت میکرد. مادرش از پس نگهداری بچه نمیتونست بر بیاد و باهاش مثل عروسک رفتار میکرد. چون از خرابکاری بچه حالت تقوا میگرفت. به همین خاطر به یه سری آدم پول میداد که این کار رو براش انجام بدن. از موقعی هم که کمی بزرگتر شده بود و شیرینی کوچیکیش تموم شده بود، مادرش شروع کرد به کتک زدنش. بچه رو با چوب رختی کتک میزد. وقتی که چوب رختی رو میشکستن، میرفت یه دونه دیگه میآورد و با اون دوباره کتکش میزد. یورگن میگه اینقدر کتک خورده بودم که برام عادی شده بود. اما یهو بعد نیم ساعت تبدیل بهترین و شیرین ترین بچه دنیا براش شدم. منو میبوسید و بغلم میکرد و اینطور بود که من ترسیده بودم و نمیدونستم واقعا چه برخوردی بکنم. درک این موقعیت برای بچه چند ساله خیلی سخته. این حتی میتونه یه آدم بزرگ و دچار دوگانگی کنه. یورگن تو تله ارتباطی با والدینش افتاده بود و هیچ وقت نمیتونست با دو شخصیتی بودن مادرش خودش رو وقف بده. هیچ وقت محبت کامل و اون حس امنیت رو نمیتونست از مادرش بگیره. تازه اینا به کنار، مادرش فوق‌العاده وسواسی بود. تا جایی که تا قبل دستگیریش مادرش اونو میشست و حمام میبرد و براش تعیین میکرد که چی بپوشه یا نپوشه. اون دوران خیلی مرسوم بود که بچه‌ها باید در آینده وضعیت شغلی مشخصی داشته باشن، مخصوصاً که بایستی شغل پدر رو ادامه میدادن. و در نتیجه هم باید از سن کم تو قصابی با آدم هایی که حسی بهشون نداشت وقت میگذرونده و کار یاد میگرفته. یورگن میگه پدرمادرم حتی یک بار هم با من بازی نکردم. من هیچ وقت نمیتونم بفهمم که چطور نمیتونستم برای بچهشون وقت بذارم و باهاش بازی کنن. این به نظرتون بیفکری نیست؟ تا 5 سالگی والدینش اون از بچه های دیگه دور نگه میداشتن، چون معتقد بودن با بازی با بچه ها خودشو کثیف میکنه. و
براش چند تا بیبی سیتر گرفتن چون مادر خوندهش حوصله نگهداری ازشون نداشت. وقتی هم که به کودکستان رفته بود ساعتها گوشه می استاد و با هیچ کس حرف نمی زد. از سن 6 سالگی هم وارد پیش دبستانی می شه. ولی چون جسه کوچیکی داشت کتک می خورد و همه مسخرش می کردن. به همین دلیل همیشه گوشه کلاس می شست و هیچ دوستی نداشت. بعدها توی مدرسه تا حدی کتک می خورد که مجبور می شد برای خودش از پول توی جیبیش بادیگارد اجاره کنه که بچه ها نتونن بهش آسیب برسونن. تو سن 12 سالگی پدر مادرش اونو به یه مدرسه پسرانه شبانه روزی کاتولیکا میفرستن. این مدرسه شبانه روزی یکی از سختگیرترین مدارس شبانه روزی توی اون استان بود که والدینش به خاطر اینکه یورگن با دیسیپلین هرچی بیشتر بزرگ بشه اونجا فرستادنش. اونا میخواستن تو دوران بلوغش آدم سالمی باشه و به سمت کارهای منفی نره. برای یورگن این مدرسه به شکل یک جهنم بود و اونجا به یه نقطه جهش تبدیل میشه برای عوض شدن مسیر زندگیش. اونا صبح ساعت 6 بیدار باش داشتن و بدون هیچ حرفی باید به کلیسا رفته و مراسم دعا رو اجرا میکردن. بعد صبحونه میخوردن و تازه راهی مدرسه میشدن و بعد از ظهر و بعد از تعطیل شدن مدرسه تکالیف شروع میشه که به نوعی ادامه مدرسه بود تا موقع شام و بعد از شام هم یک ساعت آزاد باش تو حیاتو داشتن و بعد هم باید به محل خوابشون میرفتن. این برنامه که عملا مثل برنامه های زندان بود هر روز تکرار میشد. دیسپلین اون مدرسه فوق‌العاده سختگیرانه و دیوانه وار بود و به علاوه تنبیهایی که به دست پدر روحانی به نام پوتس که مرد قوی هیکل و پرزوری بود و دستیارانش انجام میشد. تنبیه ها اکثرا با چوب یا شلنگ بود. یورگن یه جا میگه پدر روحانی اختار داده بود که ششمین گناه که خط قرمزش بود هیچ وقت انجام نشه. منظورش از ششمین گناه شامل کارهای جنسی با خود یا دیگران بود. 12-13 سالگی معمولا سن شروع بلوغ و هیجانات جنسی تو بچه هاست که معمولا با خود ارضایی اونا همراه بشه. پدر روحانی یه جمله معروف داشت، میگفت هر کسی که دستاش خیسه یا هوموسکسوئله یا خود ارضایی میکنه. خیلی از شاگرده شهادت میدادن که بعضی از شبا میرفتن اتاق پدر روحانی. حتی خود یورگن تعریف میکرد، میگفت چندین بار توسط پدر روحانی لمس شده ولی متاسفانه شواهد وجود نداره و تنها موضوع ثابت شده خشونتهایی که توسط پدر روحانی پوت انجام میشد. یکی از همشاگردی های یورگن توی یه انترویوی گفته من 100% مطمئنم پدر روحانی باعث بانی تمام کارهای یورگن بوده. این عصبانیت و خشمی بوده که هر روز باهاش سر کار داشته و یه روز خودش این اعمال فاجعه بار و خشونت علیه بچه ها رو انجام داده. و البته این به این معنی نیست که هر بچه ای به این کارا دست میزنه، ولی برای یورگن این اتفاق افتاده. سال 1961 یورگن به لنگنبرگ برمیگرده. الان دیگه 14 سالشه و خشونت‌های فانتزیوارش تو ذهنش هر روز بیشتر پرورش پیدا می‌کنه. به همین خاطر هم شروع می‌کنه به بچه‌های همسایه دست درازی کردن، مثل کتک زدن و لخ کردنشون. ولی وقتی به فکر کشتنشون می‌افته که خیلی به صورت اتفاقی اون پناهگاه رو پیدا می‌کنه. یورگن یه جا میگه وقتی این پناهگاه رو پیدا کردم عاشق شدم و احساس کردم اینجا امپراتوری منه. حدود یک سال بعد دو تا پسر رو گول دادم و کشوندمشون اونجا. به زور لختشون کردم و بعدش یه مقدار نگاهشون کردم و یه مقدارم لمسشون کردم. ولی بعدش همشون رو آزاد کردم. بعد از اون اتفاقات یورگن شروع کرد به یاد گرفتن قصابی و بریدن و تکه تکه کردن گوشتا رو همونجا یاد گرفت. بخشی از افکار و نقشه های سادیسمیش هم همونجا شکل گرفت. تکنیکایی که اینجا یاد گرفت رو بعداً سر مقتولاش انجام داد. جالب اینجاست که اون اصلاً از کار قصابی خوشش نمی اومد و فقط برای راضی نگه داشتن پدر مادرش انجام میداد. یکی از فروشنده‌های قصابی تعریف می‌کرده که مدتی برای سلاخی دام‌ها می‌رفت ولی بعد دیگه ادامه نداده بود. ازش سوال کردم چرا دیگه ادامه نمیدی؟ یورگن جواب داد که من واقعاً دیگه نمیتونم این حیوانات بیگناه بکشم.
چون با نگاه التماس‌آلود و غم‌انگیزی نگاهم میکنن. اون تا حدی از قصابی بدش میومد که موقع سلاخی روشو برمیگردون و نمیتونست نگاه کنه. یوگن به طرز شدیدی علاقه خودش نسبت به زندگی نورمال رو از دست میداد و فانتزیای سادیسوارش داشت کنترل افکارش رو بیشتر در خودش میگرفت. مارچ 1962، یورگن الان حدوداً 15 سالشه. یه پسر بچه‌ای به نام کلاسیون که حدوداً 8 سالشه رو توی یه شهر بازی پیدا میکنه. به یه بهونه‌ای گولش میزنه و همراه خودش به اون پناهگاه میبره. اونجا با قنداق تپانچه گازی که برای کشتن گاوا استفاده میشد تو سر اون بچه میکوبه و بهش تجاوز میکنه. اولین قتل براش یه شوک واقعی بود که باید باهاش کنار میومد. اون باورش نمیشد که یه همچین کاری رو انجام داده. در این شکی نیست که میخواست از این فشار درونیش نجات پیدا کنه. ولی هیچ ایده نداشت که به جز کشتن آدما چطوری از این مشکل رهایی پیدا کنه. بعد از قتل سرگردون ساعتها تو خیابونا پرسه میزد. ولی بعدش یه روز وقتی نمیتونست با این عذاب وجدان کنار بیاد، پیش یه پدر روحانی میره و اونجا تو کلیسا به جرمش اعتراف و توبه میکنه. متاسفانه پدر روحانی رازداری میکنه چون این یکی از وظایف روحانیونه و مجبور میشه به کسی چیزی نگه. اینکه این پدر روحانی تا امروز چطور با این مسئله و عذاب وجدان زندگی میکنه خدا میدونه. اگه اون به هر طریقی مثل چشمک زدن یا ایما اشاره یا هر جوری ندایی به پلیس میداد یا به هر طریقی به کسی اطلاع میداد، شاید این سه تا بچه امروز زنده بودن. یورگن مدتی علاقه به شعبده بازی پیدا کرد و عضو گروهی از شعبده بازا شد. اونا تو سیرکی کار و نمایش اجرا میکردن. اونجا مثلا تیغ میخورد و از گلوش در میآورد و کلک‌های شعبده‌بازی با کارت و بیلیارد رو انجام میداد. در واقع اون شعبده‌بازی یاد گرفت چون میخواست تو جامعه کمی مورد قبول قرار بگیره و شاید هم بتونه برای بچه‌های کم سن سال جذاب‌تر باشه. و بعد شعبده‌بازی هم به قصابی پدر مادرش برمیگرده و بدون اینکه زیاد تو چش باشه به کارش ادامه میده. بعد ساعت‌های کاریش اونجا با چندین پسر صحبت میکرده. ولی هیچ کدومو نتونسته راضی کنه که باهاش به پناهگاه بیان. تازه بعد از اینکه 18 ساله شد و تونست گواهینامه بگیره و به همین دلیل هم شعای جستجوشو برای قربانی ها بزرگتر کرد. اون همیشه همراه خودش یه تیغ ریش تراشی و شم و کبریت داشت. اون هر هفته تو شهرهای مختلف دنبال تومه میگشت. یوگن میگه یه روز به یه شهر بازی در شهر ویلبرت رفتم. پسر بچه رو تو شهر بازی کنار ماشینای برقی دیدم که تنها ایستاده بود. گفتم میخوای کنار هم باشیم و با هم بازی کنیم؟ اونم گفت آره. بعد از اون بازیای دیگه هم انجام دادیم. اون خیلی مهربون و مؤدب بود. بعد از شهر بازی بهش گفتم من باید برم جایی جنسی تحویل بدم. میخوای منم تا جایی برسونمه؟ پسر گفت آره، چرا که نه. میخواستم تو ماشین بهش پول بدم ولی قبول نکرد. بهم گفت نه مرسی، تا الان خیلی برام پول خرج کردین، من ازتون پول نمیخوام. بعد به هوای تحویل بار به پناهگاه بردمش. دست و پاشو اونجا بستم و لختش کردم و با چکش محکم به سرش کوبوندم. بعد از این کار جسدشو همونجا ول کردم چون خیلی خسته بودم. قسمت وحشتناک جریان اینجا بود که این بچه‌ها رو بعد از ساعت‌ها شکنجه جسمی و جنسی تو این پناهگاه تاریک ولشون کرده بود و رفته بود خونه برای غذا خوردن و تلویزیون نگاه کردن و نیمه های شب برمیگرده به پناهگاه تا کار خودش رو تمام کنه. فقط چند لحظه تصور ترس این بچه ها تو اون زمان که چطور منتظر و در عذاب بودن هم سخته. عکسای پلیس اینجا نشون میده چه لباسهایی برای کشتن بچه ها میپوشیده. آخرای نوامبر 1976 دادگاه یورگن توی ووپرتال شروع میشه. در کل 7 روز برای این دادگاه وقت گذاشتن و تصمیم گرفتن این روند زودتر تموم بشه چون خود یورگن اعتراف کرده و همین باعث میشه مراحل دادگاهی زودتر به اتمام برسه. با پدر مادرش هم تو دادگاه یه مقدار صحبت کردن. جالب اینجاست که نگاه‌ها به طرف پدر یورگن جوری بود که انگار تمام وقتشو برای خانوادش گذاشته. از مادرش تشکر کردن که مادر خوبی براش بوده و عشق و مهربونی رو به بچهش داده.
انگار که به سرپرستگی گرفتن این بچه و سی کردن شکمش عاملی بر اثبات اینه که اونا انسانهای فداکار و والدین خوبی بودن. و همچنین داستانهایی هم که تو مدرسه شبانه روزی اتفاق افتاده بود نادیده گرفته شد. وکیل مدافع یورگن هم از بیگناه نشون دادن اون صرف نظر کرد، چون یورگن اعتراف کرده بود و اینکه دادگاه به خاطر اعترافات اون یورگن رو متهم شناخته و بهش حکمی مطابق بزرگسالان دادن. با اینکه اولین قتلی که انجام داده بود تازه 15 سالش بود، قاضی از دادستان پیروی کرد و به یورگن 5 بار حبس ابد دادن. تو اون دهه مثل همه جای آلمان مردم فقط می‌خواستن یه این چنین آدمایی برای همیشه از جامعه کنار گذاشته شن. شرایط دوران حبس یورگن فوق‌العاده سخت بود و هر دفعه این سالهای قبل از زندان به زندان دیگه ای منتقل می شد و تا اون موقع تو انفرادی به سر می برد و تمام مدت با فانتزی های سادیسوارش تحت عذاب بود، چون دیگه نمی تونست اونا رو عملی کنه. پدر مادرش هم هر از چندگاهی بهش سر می زدن. یورگن میگه تو این 4 سالی که تو زندان حبسم، اینقدر که والدینم اینجا تو زندان برام وقت گذاشتن، هیچ وقت برام وقت نگذاشته بودن. انگار شده بودم همون بچه 9 ساله‌ای که قبلا بودم. با اینکه از دیدنشون خوشحال بودم و هیچ وقت نمیتونستم تصور کنم که بلایی سرشون بیاد یا اینکه از دستشون بدم، ولی اون 4 ساعتی که ملاقاتشون کردم به اندازه کافی بود و واقعا دیگه نمیشد تحملشون کرد. تو زندان ارتباطات اجتماعی یورگن بیشتر شده بود و به پلیس و خانواده و مطبوعات کلی می نوشت. اون برای یه روزنامه‌نگاری از ترساش تو زندان و تمام جزئیات زندگیش نوشت. بعدها بعد از عوض کردن وکیلش تو دادگاه دومش به وسیله وکیل معروفی که داشت تونست نظر دادگاه رو برای برگزاری یه دادگاه دیگه تغییر بده، چون تو دادگاه اول درخواست یورگن برش برای مشکل روانی رد شده بود. دادگاهش 1971 شروع میشه. اولین بار بود که برای یه مجرم 12 روانشناس استخدام شده و اونو تحت بررسی قرار میدن. کارشناسا تمام زندگیشو آنالیز کردن و آیا اینکه واقعا میتونسته روی خودش برای انجام ندادن این قتل‌ها کنترل داشته باشه رو مورد بررسی قرار دادن. در دادگاه دوم وکیلش موفق شد به دلیل مشکلات روحی و اون موقعی که اولین قتل رو انجام داد زیر سن قانونی بود، حکم 10 سال زندان عمومی و اینکه بعد از 10 سال به مرکز روان درمانی اجرا پیدا کنه رو از دادگاه بگیره. یورگن آخرای نوامبر 1972 زودتر از موعد معین به خاطر رفتار خوب به مرکز روان درمانی اجرا پیدا میکنه. اونجا به عنوان بیمار روانی تحت درمان و نظارت قرار گرفت، چون اونا میخواستن یورگن رو از فانتزی‌های سادیسوارش آزاد کنن. البته که دکترای اونجا خیلی هم متخصص نبودن و عملا نتونستن کاری براش انجام بدن، چون از نظر روانکاوی خیلی پیشرفت نکرده بودن. اون موقع میبایستی یورگن حداقل 5 بار در هفته و حداقل هم 5 ساعت در روز تحت درمان قرار بگیره و هیچ متخصصی حاضر نبوده همچین ریسک بالای شکست خوردنی رو قبول کنه، چون هنوز هم میتونست با گذروندن این مراحل کاملا بهبود پیدا نکنه. بعضی از روانپزشکا هم پیشنهاد عمل جراحی مغز رو دادن که قسمتی از مغز رو که رب به افکاری که اونو مجبور به شکنجه و مرگ میکنه رو خارج کنن، که البته طبق آزمایش ها مشخص شد همه قاتلا نمیتونن به این روش به آدمای بی آزاری تبدیل بشن. تنها رایی که وجود داشت عقیم کردن یورگن بود. اون اولش قبول نکرد. مرکز روانی که یورگن به اونجا فرستاده شده بود خیلی علاقه داشتن بیماران روانی با انحرافات جنسی رو عقیم کنن و به همین خاطر به محض ورود کلی تحت فشار قرارش دادن. اون که اول این کار رو رد کرد، اما به امید اینکه بتونه زندگی نرمالی داشته باشه و شاید هم یه شروع دوباره، با عقیم شدن موافقت کرد. این عمل جراحی در 28 آوریل 1976 در بیمارستان آلپنشتات انجام شد. حدوداً 5 دقیقه بعد از قطع کردن بیضه‌های یورگن بچ، فشار خونش میفته پایین و با وجود اینکه جراح‌ها و پرستارا سعی به بازیابی اون کردن، اما موفق نشدن و تلاششون با شکست مواجه شد و بالاخره یورگن بچ داستان زندگیش به پایان رسید و جونش از دست داد.
تو کالبد شکافی متوجه میشن که به بدنش 13 برابر از حد معمول گاز بیهوشی هالوتان تزریق میشه که ظاهراً یکی از پرستارا از دستگاه اشتباهی برای این کار استفاده کرده بوده. حالا دیگه یورگن قاتلی بود که به یه قربانی تبدیل شده بود. من درسی که از این داستان گرفتم این بود که آدمایی با چنین اعمال هیولاواری لزوماً و مطلقاً گناهکار نیستن و در اکثر موارد قربانیانی هستن که اتفاقات غیر معمول و نامنصفانه شون اونا رو به همچین انسانهایی تبدیل کرده. نظر شما در این باره چیه؟ به نظر شما چند درصد میتونه اتفاقات و تربیت دوران کودکی تو بزرگسالی و سرنوشت آدم ها تأثیر بذاره؟